دو روز به برگزاری نمایش انتخابات رژیم مونده. در این رابطه همراه هستیم با آقای مهدی سامه، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مسئول کمیسیون صنایع در شورای ملی مقاومت ایران. سلام میکنیم خدمت شما آقای سامه، تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه روزنگاه. من هم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز سلام میکنم، تشکر میکنم از شما که این فرصت را به من دادید در آستانه شعبده بازی موسوم به انتخابات. آقای سامه، همونطور که خودتون گفتین در آستانه این شعبده بازی شاهد هستیم خالص سازی هایی که این رژیم و سرانش و خامنه ای انجام داده، ولی الان در داخل خود باند خامنه ای که موسوم به اصولگرایان هست شاهد کشمکش و دستبندی هستیم. اگه میشه لطفا توضیح بدید این دستبندی ها به چه صورته؟ خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که به نام انتخابات در حاکمیت ولایت فقیه گفته میشه هیچ معنی نداره، یعنی یه جعل کلمه هست. همیشه نمایشی شعبده بازی بوده. دوم، درش همیشه دروغ گفته شده، هم آمارسازی شده هم دروغهای پیرامون اون زیاد گفته شده. سوم مسئله، هیچ وقت هم انتخابات آزاد و در حقیقت دموکراتیک نبوده، در برخی مواقع بین خودی ها رقابتی بوده، بین خودی ها. بنابراین ما همطور که بارها هم مقاومت ایران اعلام کرده، ما هم اعلام کردیم، شاهد یک جریانی به نام انتخابات یا حق انتخاب نیستیم. یه نمایش و بدبازی و از این داستان هاست. در جریان که قرار روز 11 اسفند برگزار بشه، ادامه جریانی است که با انتخاب رئیسی و پیش از اون انتخابات مجلس در واقع شروع شد. شروع اون شاید یک بارم در یکی از برنامه های شما گفتم با بیانیه گام دوم انقلاب، گام دوم موسوم به انقلاب، البته گام دوم ارتجاع یا گام دوم ولایت شروع شد. گام دوم اون بیانیه در واقع یک پلتفرم علیه قیام و انقلابه. بنابراین اون چیزی که الان میگذره مرحله سوم از اون بیانیه هست که در اینجا ماکسیموم فشردگی و حذف حتی از میان باند حاکم یا باند موسوم به اصلاح اصولگرایان صورت گرفته، به نحوی که بسیارشون از این صحبت میکنن و از همین حرف که این هیچ رقابتی در اینجا وجود نداره. منظورم از اصلاح طلبای حکومتی یا باند روحانی نیست، منظورم از بین اصولگرایانه. بنابراین یک دستسازی با بیانیه دوم شروع شد و به خالص‌سازی رسید و در این خالص‌سازی موضوعی نیست که یکی وفادار باشه به اون چیزی که میگن مثلا اسلام و ولایت فقیه اینا، بلکه باید بیچون و چرا اطاعت کنه از صحبت‌ها و نظرات خامنه‌ای. در این اسنادی هم که کانال قیام تا آزادی منتشر کرده این نشون داده میشه که در واقع این خامنه ای هست که تکلیف برای مجلس تعیین میکنه، نه مجلس برای مردم مثلا قانونی تصویب کند. بله آقای سامه، میخواستم اگر ممکنه یک تصویر کلی بتونید از مسیر این مهندسی انتخابات که انجام شده از اول تا الان ارائه بدید که بینندگان در جریان باشن این مهندسی چطوری پیش رفته. ببینید، همونطور که گفتم یک پلتفرمی که اگر که بیانیه دوم رو بهش توجه کنیم، در این پلتفرم میگه که ما از جمهوری اسلامی میریم تا تمدن اسلامی. یک مرحلهش اینه که در حقیقت همین جمهوری ساختگی و در واقع تقلبی رو حذف کنن و
طوری اجرا کنن که برخی هاشون میگن حاکمیت اسلامی. البته بعیده که الان بخوان اسمو تغییر بدن، ولی عملا دارن همین کارو میکنن. حاکمیت یه خلیفه، خلیفه‌ای که دستور میده، تصمیم میگیره، ابلاغ میکنه و باید اجرا کنن، و اگر کسی کوچکترین زاویه‌ای داشته باشه او را تصفیه میکنن. در دوره‌ای که دوره پیشین همین مجلس، خب خیلی صحبت کردن که خیلی حذف شدن، ولی بین اصولگرایان یک وحدتی به وجود اومد و اون موقع نتیجه این شد که بین باند پایداری و باند قالیباف یک لیست مشترک دادن، همین کاری که الان میکنن. ولی بدیهی و به نظر من خامنه‌ای نظرش روی قالیبافه و در حقیقت خامنه‌ای این پایداری ها را مجبور کرد که لیست مشترک بدن. یکی از این پاسدارهای قدیم که الان سید محمد میگه اگر یک نمیدونم دهم یا صدم، حالا یادم رفته صدم و دهمشا، خلافایی که قالیباف کرده بود الان دعوا دادگاهیش کرده بودن، و بنابراین خب نشون میده که قالیباف از همون نوع و به اصطلاح تیپی که هست که رئیسی هست کاملا دستورات خامنه ای رو اجرا میکنه بدون شکاف و با توجه به همه پرونده هایی که داره کاملا در واقع امن هست و هیچ گونه تعرضی بهش نمیشه. حالا این سیستم چگونه راه پیشید؟ خب اولش خیلی ظاهر سازی میکنم که هر کی بیاد ثبت نام کنه. در این مورد خب هر کسی میتونه بره ثبت نام کنه، یه سری عکس میدازن هر کسی با هر قیافه. دوم میگن هر کی میتونه بیاد رای بده، اینم هر کی میتونه بیاد این کاغذی رو بندازه توی صندوق. امروز خامنه ای هم گفته که رأی دادن چه کاری نداره، چه یه دعی میدازی تو صندوق، نمیگه که انتخاب مطرح نیست، میگه بیان کاری بیان رأی بدازیم تو صندوق. برای اینم هیچ مشکلی ندارن، حتی در این مورد رعایت حجاب و از اینجور چیزا هیچ محصولیتی ندارن. این کام کنم، ولی در بعد از ثبت نام تا فاصله یه همین کار اون وقت حذف ها شروع میشه، و خب دیدیم که یک مهره امنیتی سیاسی مثل روحانی یا یک مهره امنیتی خالص مثل وزیر اطلاعات سابق، اینها هم حتی تصفیه میشن و همه اینها میگن که این انتخابات بیرمقه و حتی آخرین نظرسنجی هایی که لو دادن گفتن که در تهران حدود 5 تا 9% شرکت میکنن، که البته به نظر من این هم یک به اصطلاح آمار اضافه هست. حالا وقتی که هم که رأی دیختن اینها را مثلا از نقاط مختلف جمع میکنن میره وزارت کشور. در وزارت کشور یک محلی هست اما اتاق تجمیع آرا، که اونجا هست که باز هم اون تقلب ها و رأی سازی ها و اینا انجام میشه و انتخاب به اصطلاح منتخب اعلام میشه. البته باز بعد از انتخاب هم اگر ببینن که از دستشون در رفته باز شورای نگهبان میتونه باز کسی رو حذف کنه، بگه مثلا اینجا اشکال پیدا کرده و باید انتخابات لغو بشه. بله آقای سامان، بسیار تشکر میکنیم از اینکه در این برنامه شرکت کردین، توضیحات بسیار روشنگری بود، براتون آرزوی موفقیت داریم. خیلی ممنون از شما، روزتون خوش. بله بله، با تشکر.